یک قطره از دریا تو باش، نوش با نمک بباش. دل را به دریاها بزن، عزم سفر دارم تو را. در را گشا، در را گشا، صدها خبر دارم تو را. ساحل همین جا پیش رو، با من بیا همراه شو. من راز تن بیرون کن و از خیشتن آگاه شو. فارغ ز هر اندیشه ای، ساحل بیا. دستت به دستانم بده، با جان بیا، با دل بیا. عاشق شو و غمگین مباش، نور شو و نمک بپاش. چرخی میان ساحل و یک قطره از دریا تو باش. عاشق شو و غمگین مباش، نور شو و نمک بپاش. چرخی میان ساحل و یک قطره از دریا تو با سلامی مجدد به خونه های شما همزبانان عزیز اومدیم. در هر جای دنیا که هستید، امیدوارم لحظات خوشی رو پیش رو داشته باشید. این بار در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی دیگه از سری برنامه های نور و نمک با عنوان مشاور من کیست؟ مشورت و مشاوره گرفتن ریشه در مراجعه کردن به یک فرد بالغتر و آگاهتر داره. امروز کمتر کسی توی دنیا که اهمیت و لزوم مشاوره گرفتن در مسائل مختلف رو نتونه به خوبی درک کنه. از زمانهای قدیم هم این موضوع وجود داشته. همونطوری که چینی ها میگن اگر میخواین کاری رو به درستی انجام بدید، حداقل با 3 نفر آدم بزرگتر و آگاهتر مشورت کنید. یا خود ما ایرانی ها همیشه میگیم 2 فکر بهتر از 1 فکره. اگر بخوایم معنی تخصصی مشاوره رو بررسی کنیم، باید بگیم یک عملکرد پویا بین مراجع و مشاور خودش هست. شاید خیلی از شما قبلا به مشاوره های تخصصی روی آورده باشید و یا فقط تعریفش برای شما همون مشورت کردن دوستانه ای که تو خانواده و دوستانتون انجام میدید. در هر حال اگر بخوایم مفهوم و معنی درست مشاوره رو بررسی کنیم، در واقع یه چیزی بیشتر از نصیحت کردن و نصیحت شنیدن صرف هست. بیشتر از اون چیزی که گاهی وقتا افراد سعی میکنن نسخه هایی که در مورد زندگی خودشون برای ما بپیچن. مشاوره گرفتن یک عملکرد صحیح بین فرد آگاه و متخصصیه که میدونه چطور به ما کمک کنه تا احساسات خودمون رو بیشتر بشناسیم، درک عمیق‌تری از اونها پیدا کنیم، به لحاظ عاطفی رشد کنیم و به بلوغ برسیم، نیازهای خودمون رو بشناسیم و راه‌های مناسب برای پاسخ دادن به اون نیازها رو پیدا کنیم. بهتر بتونیم بین خودمون، محیطمون و آدمای دیگه سازش و تعامل ایجاد کنیم. و با داشتن این آگاهی‌ها، شناختن خودمون، نیازهامون و محیطمون، کمتر دچار دردسر توی انجام هر کاری بشیم، اهم از کارهای شغلیمون و یا روابطمون با آدم‌های دیگه. چیزی شده خانم شیرزاد؟ نه، یه کاری داشتم بعدم میگم، حالا عجله نیست. میگفتین؟ بله، داشتم چی میگفتم؟ بهتره برگردیم به چند سال عقبتر، یعنی به 15 سالگیتون. خوبه؟ بله، اشکالی نداره. بسیار، میخواستم بپرسم که شما مدرسه با کسی دوست بودید؟ رابطتون با دوستاتون چطور بود؟ من دوستای زیادی نداشتم. من، یعنی راستش بخوای اصلا هیچ دوستی نداشتم. چه وحشتناک.
من میخواستم بگم که یعنی شما نمیخواستید باشون دوست بشید یا اینکه اصلا نمیتونستید باشون، دلیلش چی بود که دوست نداشتید؟ نه اتفاقا خیلی هم دوست داشتم بله. ولی خب کسی با هم دوست نمیشد، همش مسخره میشد. واقعا که چه بچه تنها و بدبختی بودیم. خانم شیرزاد، بله آقای دکتر. من چند بار به شما گفتم خانم که وقتی من مشاوره دارم نیاید وایستید اینجا. من که وای نستدم آقای دکتر، نشستم. خانم شیرزاد، من چند بار به شما گفتم که خانم وقتی من مریض دارم تشریف نگرید داخل. نمیدونم نشمردم، 10 بار، 12 بار، 25 بار. به تعداد موی سرتون، زبونتون مو در آورده. خانم شیرزاد، میخواید اگه کار دارید من برم بیرون؟ نه نه عزیزم، نه نه نه، بشین بشین راحت باش. شما راحت باش. بله داشتین در مورد کودکی دردناکتون برای ما صحبت میکردید. نه اینطوری هم که شما میفرمایید نیست، فقط چرا دیگه، چرا دیگه سر خودتون رو کلا میذارین دیگه؟ سر ما رو که نمیتونین کلا بذارین. یه زندگی که تو 6 کس آدمو دوست نداره، همه هم آدم مسخره میکنن، دیگه زندگی نیست، نکبته. خانم شیرزاد، چه طرز حرفی؟ دروغ میگم آقای دکتر. خانم بله، اصلا به فرض که زندگی شما نکبته، باید بروش آورد. آقای دکتر بله. بهشون بگین بذارین با حقیقت روبرو بشن، الان بفهمن خیلی بهتر از اینه که یه موقعی بفهمن که دیگه دیر شده باشه. چی دیر شده؟ هیچی عزیزم، هیچی. خب همین دیگه، همین. این چیزا رو بهشون نمیگیم، بعد همینا که میرن قاتل سینمایی میشن. قاتل سینمایی؟ نه نه نه، چیز قاتل فیلمی تلویزیون تصفیقات احباب. قاتل چی بود؟ قاتل سریالی خانم. آفرین، قاتل سینه، قاتل سریالی. قاتل سریالی چه ربطی به ایشون داره؟ چی داره؟ خب آقای دکتر شما از کجا میدونی؟ شما که این چیزا رو نمیدونی. همینا که تو بچگیشون اینجوری مسخرهشون میکنن، هیچ کی باهاشون دوست نمیشه، پس فردا که بزرگ میشن میرن قاتل سریالی میشن، مردمو میکشن. هیچ عزیزم، هیچ. اصلا میدونی آقای دکتر چشماشم همچین یه حالی. مگه چشای من چطوره؟ قاتلی سریالی. چشای شما خیلی هم خوبن، خیلی چشای خوبی دارید، عین آهو میمونه چشاتون. شما تشریف ببرین، من باهاتون تماس میگیرم، یه جلسه مشاوره دیگه من در خدمتتون هستم. این جلسه هم حساب نمیشه. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. خیلی خوش، بفرمایید، خواهش میکنم. خون سرد بشه. بفرمایید. قاتل میداد. خانم میشه بفرمایید. از اونجایی که تکنولوژی این روزها سرعت زندگی رو بیش از هر زمانی بالا برده، در واقع میشه گفت نیاز به مشاوره شاید بیشتر از هر زمان دیگه ای احساس میشه که بدون اون ممکنه ما با بن‌بست‌های زیادی توی زندگی مواجه بشیم. جالبه بدونیم مشاوره فقط توی یک قسمت یا 2-3 قسمتی که ما از اون آگاه هستیم نیست. این روزها شما در مورد هر چیزی این امکان رو داری که از مشاوره‌های خوب و تخصصی بهره‌مند بشی. مثلا برای مسائل خانواده، مشاور خانواده در واقع کمک میکنه که افراد خانواده با هم بهتر ارتباط برقرار کنن، صلح و تعامل بهتری بینشون باشه و در واقع یکی از بهترین راهها برای آرامش و آسایش در خانواده است. مشاوره تحصیلی، حتی مشاوره ورزشی، مشاوره برای پیدا کردن شغل مناسب و زمینه‌های مختلف، همینطور مشاوره‌های روانشناسی، اهم از مشاوره های درمانی یا حتی روانشناسی صنعتی، میتونه به ما در شغلمون، بیزینسمون، زندگیمون و روابطمون و حال درونی خودمون کمک های شایانی بکنه. اگر بخوایم بدونیم در واقع عملکرد مشاوره چطور میتونه به ما کمک کنه، باید بگیم در یک مشاوره خوب، مسئله که خیلی مهمه اینه که یک مشاور آگاه و خوب رو برای خودمون انتخاب کنه. شاید بپرسیم یک مشاور خوب از چه ویژگی هایی باید برخوردار باشه؟ یکی از مسائل مهمی که در مشاوره باید رعایت کنه این هست که فقط نباید روی مشکل آنی مراجعه خودش تمرکز کنه، بلکه باید بعد از تموم شدن دوره مشاوره مراجعه برای دفعات بعدی که با مشکلات برخورد میکنه بیشتر از قبل قوی شده باشه و توانایی مواجهه با مشکلات رو بیش از گذشته به دست آورده باشه. یه مشاور خوب خیلی مهمه که با مراجع خودش در درجه اول هم فرهنگ باشه تا بتونه مسائل فرهنگی که مراجع مطرح میکنه رو به خوبی درک کنه. به طور مثال اگه یک مشاور از مسائل فرهنگی، بومی، رسم و رسومات و چیزایی که مراجعش میگه سر در نیاره،
هر چقدر هم که علم و دانش کافی برای این کار داشته باشه، ممکنه نتونه به خوبی اون راهنمایی کنه. چون اولین قسمت مشاوره که درک متقابل هست اتفاق نمیافته. بعد از اون مهم اینه که اون فردی که قرار مشاوره بده احساسات خودش در اون زمینه درگیر نباشه. یعنی بهتره که یک فرد بی‌طرف باشه. موضوع دیگه این هستش که مشاور باید از توانایی‌ها و نقاط ضعف خودش آگاه باشه. شرایط رو باید در نظر بگیره که چه چیزهایی امکان پذیره و چه چیزهایی نه. نباید سعی کنه که فقط نظرات و عقاید خودش رو به زور به مراجعه خودش تلقین کنه. باید تحمل شنیدن نظرات خیلی عجیب غریب و مخالف خودش رو هم داشته باشه. مهمه که خوش برخورد و رازدار و مهربان باشه. با مراجعه خودش حس همدلی ایجاد کنه. تمام این مسائل اهمیت داره. به اندازه کافی تجربه برای این کار داشته باشه. هوش کافی برای انجام این کار رو داشته باشه. از مسائل مردم شناسی و جامعه شناسی سر در بیاره و آدم آگاهی باشه. رازدار و قابل اعتماد باشه. و بتونه به دیگران و عقایدشون به خوبی احترام بذاره. و یکی از اولویت‌های مهمش در مورد کار مشاوره کمک به هم نوع خودش باشه که با دل و جان این کار رو انجام بده. در این صورت ما میتونیم بگیم این مشاور میتونه برای من مشاور مناسبی باشه. گاهی وقتا حتی ممکنه یک فرد تمام این خصوصیت‌ها رو به نظر برسه که داره، اما زمانی که ما وارد دفترش میشیم یا محیطی که قراره از اون مشورت بگیریم، به خوبی نمیتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم. این نباید به این معنا باشه که ما به طور کل از امر مشاوره پشیمون بشیم، بلکه ما میتونیم مشاوره خودمون رو عوض کنیم تا بتونیم با لحاظ ذهنی و روحی با فردی که مشاوره میگیریم ارتباط درستی برقرار کنیم. با سلام به دوستان عزیزم، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه توی این برنامه ها من در خدمت شما هستم و همینطور درود و سلام میگم به همکارای خوبم در استودیو. میخوام که در رابطه با اهمیت مشورت با هم دیگه صحبت بکنیم، ببینیم که کلام خدا در رابطه با اهمیت مشورت چه چیزهایی رو به ما میگه. در کتاب امثال فصل 15 آیه 22 میگه که از عدم مشورت تدبیرها باطل میشه، اما از کثرت مشورت دهندگان برقرار میمونه. پس ببینیم که چقدر خوبه ما با مشاورینی توی تصمیماتی که میخواییم بگیریم، به طور خاص توی تصمیمات مهمی که میخواییم بگیریم، از مشاورین کمک بگیریم و چقدر مشاوره و مشورت میتونه به ما کمک کنه توی تصمیم گیری درست و صحیح. یکی از اون نمونه هایی که ما میتونیم توی کتاب مقدس به اون اشاره کنیم رهوبئام هست که به جای پدرش به پادشاهی میرسه و مردم میان بهش میگن که خب خیلی پدرت سخت گیری کرده، تو بیا و با ما آرومتر برخورد کن. یه دو سه روزی بهشون وقت میده و میگه باید مشورت کنم. میره از مشایخ مشورت میگیره، از رهبران و مشایخ بزرگ مملکت مشورت میگیره و بعد اونا بهش میگن که خب تو مثل پدر سخت نگیر اگه میخوای حکومت دائمی باشه، دوام داشته باشه. میگه خب چقدر خوب اینا، مرسی. بعد میره و اما میره از همسن و سالای خودش، از جوانان، از کسایی که باشون از بچگی بزرگ شده بوده، میره مشورت از اونها هم میگیره. اونا هم بهش میگن که خب نه، اونو ول کن، بری پدرشون رو در بیار، باید بیشتر فشار بیاری. و وقتی که این کار رو انجام میده میبینیم که چه اتفاقاتی میفته که میتونی توی کتاب اول پادشاهان فصل 12 مشاهده بکنیم که چه اتفاقاتی میفته. ولی ایشون از رهبران مشورت میگیره و کاری که جوانان کردن رو انجام میده. اما شما امروز توی تصمیمات بزرگ زندگیتون چطور مشورت میگیرید؟ تا بخش بعد. همه ما به خوبی میدونیم که در طول روز غذاهای مختلفی رو تو برنامه غذایی خودمون قرار میدیم. هم از غذا، تنقلات، میوه، سبزیجات و خیلی چیزای دیگه. و به طور خورد خورد اونها رو در طی روز
وارد بدن خودمون میکنیم. جالبه بدونیم ذهن ما دقیقا مثل سیستم گوارشی ما همواره داره غذاهای مختلفی رو در خودش هضم میکنه و جذب میکنه. ممکنه این خوراک ها از جاهای مختلفی به ذهن ما بیاد. چه منفی و چه مثبت در طی روز روی ما تأثیر میذارن این افکار و در ذهن ما میچرخن. ممکنه باعث آرامش ما بشن و یا برعکس باعث استرس و استراب ما بشن، باعث خستگی ما بشن. مسئله که خیلی مهمه اینه که همه ما موقعی که میخواییم یه غذایی رو بخوریم به این دقت میکنیم که تاریخ مصرف اون نگذشته باشه. این غذا از کجا اومده؟ چقدر میشه بهش اعتماد کرد؟ چقدر مواد مفید در اون غذا وجود داره؟ چقدر میتونه برای بدن ما مضر باشه؟ این روزها موضوع فیتنس یا تناسب بدنی خیلی مهم شده و همین ما شاید بیش از گذشته به این موضوع پی بردیم که غذاهایی که میخوریم چقدر میتونه در سلامت و زیبایی ما نقش داشته باشه. جالبه بدونیم غذاهایی که وارد ذهن ما میشه به همین میزان میتونه ما رو شاداب، سرحال، آروم و خوشحال و یا برعکس خسته، نگران و نازیبا نشون بده. پس چیزی که مهمه اینه که غذایی که وارد ذهنم میشه رو هم مثل غذایی که وارد بدنم میشه این من باشم که انتخاب میکنم. و کسایی که سعی میکنن به ذهن من خوراک بدن باید اونها رو انتخاب کنم و اگر خوراکی که به من میدن برای من مناسب نیست و باعث رشد من نمیشه خیلی باید از خودم بیش از پیش مراقبت کنم. منبعهای زیادی وجود داره که ما در روز از اونها غذا میگیریم. شاید یه موقعی فکر میکردم من فقط خودم هستم. ولی این روزها متوجه شدم من خیلی های دیگه هستم. شاید تمام آدم هایی که از بچگی تا امروز توی مسیر زندگی من بودن یه قسمتی از وجود من شدن. بدون این که بدونم آدم های زیادی در روز دارن به ذهن من خوراک میدن. میخواید بدونید چجوری؟ ممکنه ما هم داستانی مشابه داستانی داشته باشیم که الان با هم میبینیم. سلام آبچی، چطوری؟ خوبی؟ سلام داداش، چطوری؟ خوبی؟ منم خوبم، ای بد نیستم. صدات که اینو نمیگه، چرا چی شده؟ حقیقتش نیلو چند روز گیر داده، میگه میخوام برم سر کار. سر کار؟ چه یهویی؟ آره. ای بابا نمیدونم، آره گفته میخوام برم سر کار، یه حسرم تو خونه سر میره. از طرفی هم خب دخل و خرجمون خیلی با هم نمیخونه، فکر کنم به خاطر اون باشه. این دیگه چه حرفیه برادر من؟ اون نیلوفر خانم که من میشناسم یکم از این خرج و مخارج اضافهش کم کنه خوبم دخل و خرج به هم میخوره. این هم هست دیگه، خیلی هم مطمئن نیستم اونجایی که میخواد بره سر کار چجور جاییه. از من میشنوی جایی که مطمئن نیستی نذار بره. مگه مهری دوست من رو یادت رفته؟ نه یادم آرم. رفت سر کار، صاحب کارش چه آدمی بود، چه داستانایی پیش اومد، آخر سرم چی شد؟ به خاطر یه سر کار رفتن طلاق گرفتن. نه بابا طلاق چیه، طلاق بسه چی. باشه حالا بعدم بیشتر صحبت میکنم. مرسی ممنون. خواهش میکنم قربانت، فعلا خدافظ. باشه خدافظ. طلاق به زنی دارم مایی میاد اینجا میشن. سلام مایی جان، چطوری؟ خوبی؟ سلام شهرام گل، چه خبر؟ سلامتی؟ شب میتونه بیاد پیش من؟ میخوام با هم حرف بزنم. والا از تو چه پنهون، من اومدم با دوستا بیرون، چقدر یادت کردیم اومدیم بیرون از شهریم. ولی بگو چه چرا صدا ناراحته؟ نگران شدم. نه هیچی، بد نیستم. حیاتش خانومم میگه بخوام برم سر کار، خود سرام
خب این که نراحتی نداره، خیلی هم خوبه. نه بابا کجا خوبه، خانم آدم بره سرگاه کلی در سر داره. من نمیفهمم، خیلی خوبه، تازه بهت کمک میکنه، کمک خرجته، یکم آزاد میشی، با ما میای دوباره بیرون، میریم یکم جمعون دوباره جمع میشه با دوستان، میریم بیرون از شهر، برای خودمون کیف میکنیم. مثلا من شده دارم در قضا تو صحبت بکن، تو که زن نهاری. بابا باشه، من که میدونم که چطوریه، پاشو بگو کن بذاری سر کار، بیایم بیریم بیرون، اصلا همین الان پاشو بیرون. باشه باید جمعه لشکار بعدا بود بیشن صحبت بکن. نه مرسی نمیام تو نمیام. باشه خدا بیرون، حالا بعد ببینم ات مفصل در صحبت بکنم. وقتی در مورد موضوع تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از دیگران صحبت به میون میاد، اکثر آدم‌ها گارد بسته‌ای نسبت به این قضیه دارن. من آدم‌های زیادی رو می‌شناسم که وقتی این موضوع رو مطرح می‌کنیم خیلی قاطع و محکم میگن میدونی شخصیت ما طوریه که به خوبی روی دیگران تاثیر می‌ذاریم. ولی کلاً من آدم دهنبین و تاثیرپذیری نیستم. دیگران به راحتی نمی‌تونن روی من تاثیر بذارن. و با یک اطمینان این موضوع رو مطرح میکنن که انگار در مورد اونها به هیچ عنوان امکان پذیر نیست. اگر بخوایم به صورت علمی و درست به این موضوع نگاه کنیم، این تقریبا غیر ممکنه. همونقدر که ممکنه ما شخصیت تاثیرگذاری داشته باشیم، خوب بدونیم از محیط اطرافمون حتی به صورت ناخودآگاه به اندازه کافی تاثیر میگیریم. پس خیلی مهمه که در مورد خوراک‌های ذهنی که در طول روز به ذهن ما از اطرافیانمون وارد میشه بیشتر توجه کنیم و بیشتر دقت کنیم. آدم‌های دور و برمون رو بهتر بشناسیم و متوجه این باشیم که آدم‌هایی که دور و بر ما هستن چه انرژی و چه افکاری رو وارد ذهن ما می‌کنن، وارد زندگی ما می‌کنن. آیا افکارشون و چیزهایی که به ما میگن باعث میشه که ما در مسیر درستی قرار بگیریم یا برعکس مدام به ما احساسات منفی انتقال میدن نسبت به خودمون، محیط اطراف، خودشون و کلن زندگی. پس خیلی مهمه که به این موضوع بیش از هر چیزی توجه داشته باشیم. خوب آدم های دوروبرمون رو در موقعیت های مختلف مثل سفر، کار، دور همیا امتحان کنیم و ببینیم در موقعیت های سخت چطوری به ما مشاوره میدن، بیشتر به ما چه جور انرژی هایی رو انتقال میدن، مثبت یا منفی. این که بیشتر به مسائل مثبت نگاه میکنن یا زمانهایی که با اونا هستیم بعد از اینکه حرفاشون رو میشنویم نسبت به همه چیز بدبین میشیم، تلخ میشیم، یا همیشه بعد از اینکه با اونها حرف میزنیم یا مشورت میکنیم تصمیمای غلطی میگیریم و حالمون بهتر که نمیشه هیچ، حتی گاهی وقتا به سمت عصبی شدن و خسته شدن تغییر میکنه. منظور من این نیست که نباید توی زندگیمون از هیچ کس مشورت بگیریم. اتفاقا برعکس، قبل از این با شما در میون گذاشتم که اهمیت مشاوره خوب توی زندگی ما چقدر میتونه بالا و مهم باشه. اما این مسئله که من از چه کسایی در طول روز مشاوره میگیرم، به چه کسایی اجازه میدم مسائل من رو بدونن، مشکلات زندگی من رو بدونن و در موردش اظهار نظر کنن، خیلی مسئله مهمیه. خیلی مهمه مشاوره گرفتن های ما آگاهانه باشه و به صورت ناخودآگاه همه چیز رو با هر کسی در میون نذاریم و اجازه ندیم هر فکری وارد زندگی ما بشه. چرا که ناخودآگاه توی تفکر و رفتار ما میتونه تأثیر بذاره. بلکه اگه بتونیم به درستی از این ابزار توی زندگیمون استفاده کنیم، حتی میتونیم شادتر و موفق‌تر باشیم. مشاوره گرفتن با آدم‌های دانا خیلی میتونه خوب باشه. اما نه به این معنا که تمام عنان زندگی ما دست دیگران بیفته و در واقع برای هیچ کاری به تنهایی نتونیم تصمیم بگیریم. چون در اون صورت ما دیگه خودمون نیستیم، بلکه همیشه و همواره موجودی هستیم که زندگی ما در دست و کنترل بقیه قرار میگیره. پس مراقب افرادی باشیم که توی زندگی ما افکار خودشون رو به هر شکلی به ما تلقین میکنن و بدون اینکه متوجه باشیم گاهی وقتا کنترل زندگی ما دست اونهاست. مراقب افرادی باشیم که مشاوره کردن و حرف زدن با اونها معمولا ما رو به سمت خوبی نبرده. بهتر آدم های دور و برمون رو و کانال های ذهنی که به ذهن ما اطلاعات وارد می کنن بیشتر بشناسیم و بیشتر مراقب اونا باشیم.
درسته که قبلتر به مشخصات مشاور خوب اشاره کردیم. مشاوری که شغلش این باشه و در زمینه مشاوره تخصص کافی داشته باشه. اما شاید شما به من بگید ما در مورد همه مسائل زندگیمون این امکانو نداریم که سراغ مشاورای حرفه‌ای بریم. گاهی وقتا این مشاوره‌ها خیلی دور از دسترس و گرون قیمت هستن و ما در طول روز احتیاج داریم کسایی رو داشته باشیم که با اونها راحت باشیم. کسایی مثل دوست، خواهر، برادر، پدر، مادر یا افرادی که بتونن به ما کمک کنن. خیلی وقتا تو بن‌بسته کوچیکی قرار میگیریم که احتیاج داریم با این نفر درد و دل کنیم، حرف بزنیم، مسائلمون رو مطرح کنیم و از دو تا فکر برای حل اون مسئله به جای یک فکر استفاده کنیم. میتونم بگم اگر بخوایم منطقی به موضوع نگاه کنیم دقیقاً همینطوره. همه ما به آدم‌های قابل اعتماد و امین توی زندگیمون نیاز داریم. آدم‌هایی که هم بتونیم روی رازدار بودنشون حساب کنیم و هم روی عاقل بودنشون. اگر بخوایم خصوصیت‌های این آدم‌ها رو توی زندگیمون با هم دیگه بهتر بررسی کنیم، خوبه که همه ما حداقل یک مورد یا بیشتر افرادی با این خصوصیت توی زندگیمون داشته باشیم. افرادی که به ما الهام بخش باشن، الهام بخش برای کارهای مثبت، برای تصمیم‌گیری‌های بهتر و برای رشد کردنمون. افرادی که به ما شهامت بدن، قدرت ما رو از بین نبرن، بلکه استعدادهای ما رو کمک کنن که شکوفا بشه، به ما نشون بدن و هر وقت ترس و استرس سراغمون میاد برای انجام کاری، اونها به طور منطقی به ما شهامت بدن. افرادی که موجب آرامش ما بشن، نه اینکه بدتر استرس و اضطراب توی زندگی ما وارد کنن. افرادی که سنگ صبور ما باشن، حوصله ما و افکارمون رو داشته باشن، یه جوری قلبا ما رو دوست داشته باشن، زندگی و آینده ما براشون مهم باشه. افرادی که یه جورایی نیمه گم شده ای ما هستن. شاید این کلمه رو فقط در مورد ازدواج شنیده باشیم، ولی گاهی وقتا یه دوست میتونه بیش از هر کس دیگه به ما نزدیک باشه و قسمت‌های خالی ما رو پر کنه. توی قسمت‌هایی که شاید ما ضعف داریم، اون بتونه نقاط قوتی داشته باشه که به ما کمک کنه و برعکس. ما همینطور در این موقعیت‌ها برای اون. مهمترین مسئله اینه که اون فرد زندگی ما رو به سمت مسئولیت پذیر بودن پیش ببره. بیش از اونچه که تا امروز بودی. دوستای عزیزم، همونطوری که داریم دنبال میکنیم این برنامه ها رو، میخواییم بریم سراغ نمونه ها و افرادی که توی زندگی ما تأثیر گذارن. تأثیر گذاری یک امر شناب ناپذیره توی زندگی ما و افراد میتونن توی زندگی های ما تأثیر گذار باشن. کسایی که نزدیک ما هستن به عنوان یک نمونه ازشون یاد میگیریم یا پیشرو هستن. ما میتونیم از بین شاگردای عیسی به پتروس اشاره بکنیم که عیسی معمولا وقتی حتی میخواست به شاگردان خودش چیزی رو بیاموزه یا نکته‌ای رو تأکید بکنه، پتروس رو مخاطب قرار میداد و موضوعی رو که میخواست به شاگردان بگه به پتروس میگفت. چرا؟ چون که پتروس پیشرو بود توی شاگردان مسیح. ما در ماجرای قیام عیسی، بعد از قیام ما ببینیم که شاگردان عیسی دنبال پتروس راه میفتن. پتروس وقتی میگه من میخوام برم سر کار قبلیم، برم ماهیگیری رو میکنم، بیخیال دیگه، حالا دیگه تموم شد ماجرا دیگه، شاگردان دنبالش راه میفتن. ممکنه افرادی رو توی زندگیمون داشته باشیم که به این شکل باشن که ما دنبال اونها بریم و به عنوان یک نمونه های خوب توی زندگیمون ازش استفاده بکنیم، یا حتی نمونه های منفی. اما عیسی به عنوان یکی از اون استانداردهای کامل توی زندگی ما در عهد جدید به ما معرفی شده. در رومیان فصل 8 آیات 28 و 29 می‌بینیم که اون استاندارد و نمونه کامل ایمان زندگی ماست که می‌تونیم توی زندگیمون، توی رفتارمون، توی شخصیتمون از اون نمونه بگیریم و از اون توی زندگی و رفتارمون، توی ایمانمون بهره ببریم. تا بخش بعدی دوستان. در این قسمت میخوایم با هم دیگه بررسی کنیم که چه مشاورانی توی زندگی ما مجاز به مشاوره دادن به ما هستن و چه مشاورانی نه. منظورم هم مشاوران متخصصه و هم افراد دور و برمون توی زندگی. شاید فکر کنیم
به محض اینکه با کسی صمیمی هستیم و ما رو دوست داره و دلسوز ماست، مثل مادرمون، خواهرمون یا دوست صمیمیمون، پس حتما مجازه که به ما مشاوره بده. ولی جالبه بدونیم که تنها دوست داشتن کافی نیست. حتی تنها عاقل بودن هم کافی نیست. گاهی وقتا خیلی مهمه بدونیم فردی که به ما مشاوره میده در مورد زندگی ما به چه شکل نگاه میکنه. شاید وقتی که بیش از اندازه نسبت به ما احساساتش درگیره و دچار غلیان احساسیه، مشاوره که به ما میده مشاوره منطقی و درستی نباشه. گاهی وقتا بعضی از افراد وقتی به سابقهشون توی زندگی خودشون نگاه میکنیم، خیلی در اونها صلاحیت لازم برای مشاوره گرفتن رو نمیبینیم. گاهی وقتا فردی که به ما مشاوره میده تصادفی انتخاب شده و در واقع انقدر ذهن ما درگیر موضوعی بوده که بدون توجه به اینکه داریم با شخص مناسب اون رو مطرح میکنیم یا نه، فقط دوست داشتیم اون رو با کسی در میون بذاریم و بعد متوجه میشیم طرف مقابل ما چیزی از مسئله ما سر در نمیاره و یا داره نسخه هایی که مربوط به زندگی خودش و یا موردهای مشابهی که توی اقوام و دوروریای خودش میشناسه برای ما نسخه میپیچه و در واقع مشاوره که به ما میده چندان همخوانی نداره با مشکل ما. یه موقعهایی ممکنه فردی که برای مشاور انتخاب کردیم برای این کار مناسب نباشه، چرا که حیطه فکری و کاری اون متفاوت از چیزی که ما به سراغش رفتیم. گاهی وقتا ممکنه اون فرد صادقی نباشه، مثلا نسبت به ما حسادت داشته باشه تو وجودش و مشاوره‌ای که به ما میده تحت تاثیر حسادت خودشه که نه تنها باعث کمک به ما نمیشه، گاهی وقتا بیشتر ما رو سردرگم و ناراحت میکنه. گاهی وقتا فرد مقابل ممکنه منافعش به شکلی باشه که به ما مشاوره صادقانه نده. پس خیلی مهمه شخصی رو که برای مشاوره انتخاب میکنیم آیا آدم صادقیه؟ آیا به اندازه کافی برای من دلسوزه؟ آیا تو زمینه که میخوام باهاش مطرح کنم میتونه درک و دانش کافی داشته باشه؟ آیا به اندازه کافی به لحاظ سنی و عقلی این صلاحیت رو داره که بتونه مسئله رو درک کنه و مشاوره منطقی به من بده؟ شخصیتاً آدم منطقیه یا بیشتر درگیر احساساتشه و ممکنه مشاوره هایی که به من میده هم همینطور از روی احساسات صرف باشه. خیلی خوبه که وقتی شخصی رو برای درد و دل کردن و مطرح کردن مسائل و مشکلاتمون انتخاب میکنیم به تمام این نکات دقت کنیم که علی رغم اینکه این فرد چه نسبت فامیلی نزدیک یا دوری با ما داره، آیا واقعاً میتونه به من اون چیزی که نیاز دارم رو بگه؟ یا برعکس ممکنه با چیزهایی که میگه بیشتر منو آشفته کنه و بیشتر منو به هم بریزه. اگر با چنین مواردی مواجه شدیم، خوبه که اول مراقب این موضوع باشیم و اینکه چطوری با اونها برخورد کنیم بحث دیگریه که با هم بهش میرسیم. اما توی این فرصتی که با هم دیگه داریم این موضوع رو مطرح میکنیم، خوبه توی زندگی خودمون توجه کنیم. شما چطور؟ شما از چه کسایی تو زندگی در طول روز خوراک ذهنی میگیری؟ وقتی تلفنت رو برمیداری به چه کسایی زنگ میزنی؟ وقتی یه مشکلی برات پیش میاد اولین کسی که به ذهنت میرسه که باهاش تماس بگیری چه جور آدمیه؟ قبلا توی مشکلات مشابه وقتی باهاش تماس گرفتی تونسته بهت کمک منطقی بکنه؟ تونسته حالت رو بهتر بکنه یا نه مشاوره هایی که بهت داده یا کلا حالت رو بدتر کرده یا به صورت موقت کمی احساس کردی سبک شدی اما راهکاری که بهت ارائه داده تو طولانی مدت ضربه های جدی بهت زده؟ خوبه که این مسائل رو مد نظرمون داشته باشیم و بعد به سراغ آدم ها بریم برای داشتن مشاوره. این خیلی مهمه که بدونیم چه کسانی مجاز هستن توی زندگی ما به ما مشاوره بدن و چه کسانی نه. دوستای عزیزم، تو این قسمت میخوام که در رابطه با موضوع غالب بودن احساسات توی تصمیم گیری با هم دیگه یک قسمتهایی رو بخونیم. نکته ای که سلیمان در کتاب خودش به ما اشاره میکنه در کتاب امثال فصل 9 آیه 21 میگه فکرهای بسیار در دل انسان است، اما آنچه که ثابت میمونه مشورت خداونده.
این رو همیشه استاندارد خودمون قرار بدیم و قبل از هر کاری دعا بکنیم و از خداوند بخوایم که اراده خودش رو، نقشه خودش رو، مشورت خودش رو برای ما آشکار بکنه، که عموما در کلام خدا هست و با هدایت روح خداست. اما نکته که باید تو این بخش اشاره بکنم اینه که اجازه ندیم که احساسات ما غالب بشه، حالا چه زمانی که داریم، حالا به طور خاص برای کسی که دارن مشاوره میدن، اجازه ندیم که احساسات ما توی مشورتی که داریم به افراد میدیم دخالت پیدا بکنه. و همینطور وقتی میخوایم اصلا از یک نفر مشورت بگیریم، نگاه بکنیم و ببینیم این شخص چه نسبتی با ما داره، رابطه احساسیش با ما به چه شکل است. آیا وقتی که اون شخص داره به ما مشورتی میده، اون احساساتش درگیره تون مشورت دادن به ما یا نه؟ کتاب مقدس در اول تسالونیکیان فصل 2:3 میگه که خوبه که مشورتی که به دیگران میدیم از روی خباثت و بدجنسی نباشه. پس ببینیم که چقدر نقش احساسات توی تصمیم گیری، توی مشاوره دادن به دیگران و کسی که حتی ازش داریم مشاوره میگیریم چقدر میتونه اهمیت داشته باشه که درگیر نباشیم. موضوعی که اینجا پیش میاد این هستش که ما با هم متوجه شدیم مشاوره یعنی چی و چقدر مهمه توی زندگی ما. همینطور متوجه شدیم چه کسانی مشاوران مجاز زندگی ما هستن و چه کسانی مجاز به مشاوره دادن توی زندگی ما نیستن. شاید از من بپرسین، ما خیلی ها رو داریم که به ما خیلی نزدیک هستن و دلسوز ما هستن. تا امروز یه جوری عادت کردن که توی زندگی ما در مورد همه چیز اطلاعات داشته باشن، در مورد همه چیز نظر بدن و یه جوری خودشون رو محق میدونن که نسبت به همه امورات زندگی ما دخالت کنن. چطور میتونیم از گرفتن مشاوره از اونها خودداری کنیم؟ واقعیت اینه که گاهی وقتا بعضی از آدم ها حریم خودشون و دیگران رو رعایت نمی کنن و بدون توجه به این که واقعا میتونن به شما کمک کنن یا نه، شروع به مشاوره دادن به شما و پند و اندرز و نصیحت و در میون گذاشتن تجربیات شخصیشون می کنن. راهی که میتونه به شما کمک کنه این هستش که کنترل اعصاب خودتون رو حفظ کنید. با خشم با کسی برخورد نکنید. مهمترین مسئله داشتن روحیه احترام و آرامشه. شما میتونید به حرفای اون فرد گوش بدید، شنونده خوبی باشید، روشن فکر باشید و حتی افکار مخالف خودتون رو گوش بدید. توی این فرصت ممکنه مشاوره اونها به درد شما نخوره، اما از خلال صحبتاشون میتونید اطلاعات خوبی در مورد خودشون پیدا کنید. همینطور زمانی رو که به شنیدن اختصاص میدین، فرصت کافی دارید برای اینکه به حرفای طرف مقابل فکر کنید تا بتونید از بین حرفای خودش استدلال‌های منطقی پیدا کنید برای مخالفت کردن با اون فرد. مواظب خشم باشید در خودتون که به هیچ عنوان با خشم با کسی برخورد نکنید. با این حالت که تو نمیدونی، تو متوجه نیستی و من بهتر از تو میدونم باش برخورد نکنید. سعی کنید به آرامی به اون فرد بگید ممنونم از مشاوره‌های خوب شما، اما باید بیشتر روی حرفاتون فکر کنم، و در واقع یه جوری خودتون رو از این مخمصه خلاص کنید. اگر فرد خیلی پافشاری کرد، شما میتونید به اون فرد بگید بیشتر رو حرفاتون فکر میکنم. اما مسئله ای که مهمه اینه که وقتی میبینید مشاوره این مشکوکه، مواظب این باشید که تحت تاثیر اون قرار نگیرید. نکته مهم اینه که سر و کله زدن با اینجور آدم ها به شما کمکی نمیکنه. پس سعی کنید فقط بشنوید و بگذارید. یکی دیگه از کارهایی که میتونه به شما در مخالفت کردن با مشاوره های غیر مجاز زندگیتون کمک کنه، زبان بدنتونه. زمانی که به حرف کسی گوش میدید که مشاوره‌ای که به شما میده رو قبول ندارید، خوبه که از انجام دادن بعضی از کارها پرهیز کنید. مثلا دست به سینه نشینید یا پاهاتون رو روی هم نندازید. به چشمان اون فرد نگاه کنید تا اعتماد به نفس شما رو ببینه.
حتما لبخند بزنید. مراقب لحن خودتون باشید. و همینطور در مراقب قرار گرفتن دست و پاهاتون باشید. اینکه با چه شکل و شمایلی با طرف مقابلتون صحبت میکنید. نکته که خیلی مهمه اینه که با اون تماس چشمی برقرار کنید. آرامش خودتون رو حفظ کنید و این موضوع رو فراموش نکنید که آدم ها با هم تفاوت هایی دارن. پذیرش در مورد تفاوت ها رو فراموش نکنید. همینطور قدردان وجود آدم های زندگیتون باشید. حتی اگر شبیه شما نیستن. موضوع قدردانی رو فراموش نکنید. چون این میتونه خیلی آسیب بزنه به روابط شما. شما میتونید به مشاوره یک فرد بگید نه. اما این به این معنا نیست که به وجودش و تمام حسنایی که توی زندگی شما داره و به محبت اون فرد نمیگید. اینا مسائلیه که خیلی مهمه به اونها دقت کنید. نکته مهم دیگه این هست که زمانی که میخواید مخالفت کنید، عذرخواهی نکنید. چون شما کار اشتباهی انجام نمیدید. مؤدبانه با احترام و با علاقه این کار رو انجام بدید. اما عذرخواهی نکنید. موضوع دیگه این هستش که بدونید چه زمانی مخالفت خودتون رو مطرح کنید. به طور مثال وقتی که فرد وارد یک بحث داغ شده و براش خیلی مهمه و با هیجان در مورد اون موضوع داره صحبت میکنه، فوراً توی حرفش نپرید و توی ذوقش نزنید و اون زمان مناسبی برای مخالفت نیست. بلکه میتونید رفته رفته موضوع صحبت رو به سمتی ببرید که در واقع هم شما و هم طرف مقابل روی اون موضوع توافق دارید. وقتی یک مقدار آروم شد دوباره برگردید به موضوع خودتون و اینجا مخالفت خودتون رو مطرح کنید. امیدوارم موفق بشید با استفاده از این روش ها از مشاوره های غیر مجاز زندگیتون جدا پرهیز کنید. دوستای عزیزم، در رابطه با موضوع مشورت خیلی مهمه که ما از کجا مشورت میگیریم یا از چه منبعی. کتاب مقدس در مزمور 1 آیه 1 به ما میگه که خوشا به حال کسی که به مشورت شریران نرود و از کسایی که استهزا میکنن، کسایی که ایمان و باورهای ما رو مورد تمسخر قرار میدن، پیش اونا نریم مشورت بگیریم، چون اونا منبع خوبی برای مشورت دادن به ما نیستن. دیگه نکته دیگه که من خیلی دوست دارم الان به یاد میارم از زمان ارمیای نبی، که ارمیای نبی به عنوان یک نبی گریان توی کتابهای خودش چه مراسی که اون زار زدنهای ارمیاس برای قوم خدا، میبینیم که خدا رؤیاهایی رو به او میده در رابطه با اتفاقات آینده که چه اتفاقاتی میفته. ایشون میره نبوت میکنه، اعلام میکنه این کلام رو به قوم خدا، اما در کنار او میبینیم افراد دیگه‌ای بودن که انبیای کاذب بودن، انبیای دروغینی بودن، که هر چقدر اخطارهای ارمیای نبی رو که مردم میشنیدن، اونها میومدن میگفتن نه هیچ اتفاقی نیست. ارمیا میومد میگفت آقا دشمن کنار مرزهاست، به اسارت میرین، همه تون از بین میرید، نابود میشید، بچه ها کشته میشن، زنها از بین میرن، معبد از بین میره، به اسارت میرید. اون انبیا کذبه میگفتن سلامتی است، هیچ اتفاقی نمیفته، خیالتون راحت، تخت بگیرید بخوابید. در کتاب ارمیا فصل 6 آیه 14 میگه با این پیغام ها سعی میکردن اندک شفایی بدن، اما حقیقت این بود که مشورت غلطی بود. امروز شما چه مشورتی رو توی زندگیتون میگیرید و از کجا، از چه منبعی مشورت رو میگیرید؟ تا برنامه دیگه، بدرود عزیزم. دوستای خوبم، به پایان یکی دیگه از سری برنامه های نور و نمک رسیدیم. ممنونم از اینکه ما رو به خونه های خودتون دعوت کردین. از شما خواهش میکنم اگر تجربه دارین تو زمینه مشاوره و یا شما هم روزی مشاوران غیر مجازی داشتید تو زندگیتون که موفق شدید با یک روش صلح‌آمیز اونها رو از زندگی خودتون حذف کنید، ممنون میشم که اونها رو به هر شکلی که دوست دارید با یکی از راه های تماس برنامه ما در میون بذارید. همینطور میتونید در این زمینه از خودتون ویدیو بگیرید و برای ما بفرستید. تا برنامه بعدی شما رو به دستان پرمهر پدر میسپارم. خدا نگهدار عزیزان.
یک قطره از دریا تو باش، نوش و نمک باش. دل را به دریا بزن، عزم سفر دارم تو را. در را گشا، در را گشا، صدها خبر دارم تو را. ساحل همین جا پیش رو، با من بیا همراه شو. من راز تن بیرون کن و از خیشتن آگاه شو. فارغ ز هر اندیشه با من به این ساحل بیا. دستت به دستانم بده، با جان بیا، با دل بیا. عاشق شو و غمگین مباش، نوش شو و نمک بپاش. چرخی میان ساحل و یک قطره از دریا تو باش. عاشق شو و غمگین مباش، شب و نمک بپاش. چرخی میان ساحل و یک قطره دریا.